خانم خواب آقایان، سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بیریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و ناظرین گرامی هستم. خب چی میشه؟ اتفاق به چه سمت و سویی میره؟ آیا تموم میشه این حکومت جمهوری اسلامی؟ کار تمومه؟ من میدونم شب و روزتون هر کی به هر کی میرسه. Prestige. سخاوت به دست آخوندا و نابودش کردن، نابودش کردن. حالا مملکت رو با خارت و پورت من درست میشه، نه به اینکه من تشویقتون کنم بگم آقا برید این کار بکنید این کار بکنید درست میشه، جمهوری اسلامی میفته. این داستان یه روند طبیعی پیدا کرده، خیلی فرق میکنه. میبینم مثلا میگن چجوری همه ماسکای معمولی چجوری استفاده ازش بکنیم، مثلا زغال بریزیم مثلا وقت گاز اشکاور میدیزن محافظت میشه چشم و بینی شما، اینا خوب یادتون میدن. ولی که نهایت اینه که اینایی که دارن یاد میدن حکومت نمیتونن بندازن، اونایی که شما رو دارن تهدید میکنن در نمیتونن حکومت نگه دارن هیچ وقت. این آقای حسین سلامی خب یه آدمی سنی ازش گذشته مثل بنده و میاد اونجا هارت و پورت میکنه، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، و میاد میگه آقا جنگ از فردا دیگه تموم شده، از فردا دیگه شما حق نداری بیه تو خیابون. من وقتی اینو میخونم واقعا اصلا شک میبرم، میگه پس تا حالا اگر تو میگفتی الان 46 روزه، اگه روز اول میگفتی افردا مردم جوانان مخصوصا تو خیابون نیاد جنگ تموم میشه، پس فرداش دیگه جنگ نبود دیگه. اگه حرف تو انقدر برایی داری چه روز اول نگفتی افردا دیگه جنگ خیابانی تمومه؟ پس یه عقب موندگی ذهنی در زمینه این مسائلی که تو ایران داره میگذره وجود داره. یعنی هنوز جمهوری اسلامی نمیدونه اون هارت زمان هارت و پورتا تموم شده. نشید شما ما ها شدیدی میگین هم میگیم ما بالاخره زبونمونه فرهنگمونه، ما میگیم که قبح قضیه از بین رفت. قبح قضیه برای اینکه من روشن توضیح بدم، برای به هر حال شاید هنوز تو زبان فارسی ما تو مملکت چون اینقدر این زبان عوض کردن که من نمیدونم، هنوز معمولا میگن خب قضیه نه خب قضیه نیست که میخوام به فلانی بگن مثلا تو اون فلان کاری هست که خانم برای کسی میبره، میگن نمیگن یه دفعه بهش بگن که معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، تو ضرب المثل دیگه من چیکارش کنم، به یارو میگن قرم ساخت. هیچ وقت نمیدونی کسی به صراحت بگه که قرم ساخت، یارو بهش برمیخوره، خیلی بهش برمه. قرم ساخت یعنی کسی که بالاخره چی میگن خانم برای این اون میبره، میان میگن قو قو قو، میگن قرم قرم شروع شد، اول با قرم قرمه بعد میگن قرم ساخت. اون یارو در واقع با اون قرم قرم های اول بدنش نام میشه، بدنش بیهست میشه، گوشش بیهست میشه، دیگه بره بر بهش نمیخوره، قرم 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 منتظره دیگه بعد یه باده قرم ساخت بشه، همین چه اشکالی نداره. یا اینکه میگن که این تابو شکست، این تابو شکست. شما مجسم بفرمایید که مثلا یه خمره این مقدسه، کسی نمیتونه طرفش بره، میگن این نمیشکنه، این شکننده نیست، این برای همیشه هم اینجوریه، مردم باور میکنن. پس نمیگن یه روز نمیان بهش بگن این تابوه میشکنه چون گناهه، یه خمره میشکنه، اگه بگم میشکنه گناهه. بنابراین یه زمانی میبینی اینی که میگفتن آقا نمیشکنه نمیشکنه نمیشکنه، ایش همه میترسیدن چقدر مقدسه، این ترک برداشت.
و داره میریزه زمین. پس برای اگر همون زمان باز اون آدم ها بگن آقا این نمیشکنه نمیشکنه، یعنی آدم های احمق، یعنی که دارن مردم میبینن که این تابوه داره میشکنه. این حکومت جمهوری اسلامی هم از این از این دست و گروه و طرز فکره. آقای خامنه‌ای من اصلا با آقای حسین سلامی کاری نداره، با هیچ کی کاری نداره، چون اینا یه نفر را دستور میگیرن. اگه همه دخالت داشتن میگفت خب این دموکراسی دیگه، نه به قول خودشون دیده که این هرم یه نفره، این یه نفر هم عوض نمیشه. آقای خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای هنوز فکر میکنه که همون قدرت داره، هنوز فکر میکنه همون آدمیه که میگه اگر من بهش میگن آقا چرا باید مصاحبه کنیم، اجازه نمیدیم باید مصاحبه کنیم، چرا اجازه نمیدید ما از شما انتقاد کنید، میگه آخه از من انتقاد کردن با من مصاحبه کردن چه سودی داره، وقتی که من میتونم با یه اشاره انگشت چندین میلیون نفر رو به جبهه جنگ بفرستم و به فرمان من جون خودشون رو از دست بدن، چرا شما میخواد، در واقع همون تابو است، چرا میخواد این تابو رو بشکنید، چرا میخواد حرمت از بین ببرید؟ بنابراین من اجازه نمیدم شما با من مصاحبه کنید، از من انتقاد کنید. این طرز تخیل و طرز فکر رهبر بوده چند ساله؟ مثلا فکر کنم 20 سال اینجوریه، 30 سال 35 سال اینجوریه. خب یه زمان قدرتش داشت این حرفه بزنه، من ستار دلدارم میادم میخندیدم، گفتم تو چی داری میگی؟ درست زورت میرسه ولی غلط کارت، بذار مردم ازت انتقاد کنن. ولی که جامعه مردم نمیتونستن وارد عمل بشن، چون سرکوب کرده بود، جامعه ترسیده بود، جامعه تو سری خورده بود، جامعه باور کرده بود که این دنیا زندگی همینه. ولی که اون زمان که ایشون میگفت من با یه انگوش میفرستم اشاره انگوش و جاپا شماش میکردن، آقا این گذشت. یه روزی ملت آلمان چندین میلیون مردم بلند میشدن صبح با صبح به جای سلام میگفتن های هیتلر، یعنی سلام آقا هیتلر، دستشون هم تعظیم هم برش میکردن، تمام یه ملتی. یه روزی الان تو مملکت اگه بگی هیتلر، نه که قانونا خب آره نمیتونیم مثلا هیتلر و نازیسم و اینا دفاع کنیم یا چیزاشون مثلا هولوکاست رو اصلا نبوده، ولی که شما برید با یه آلمانی، با دو تا آلمانی، چهار تا اکثری هستن، تو حق جرأت نداری اسم هیتلر رو بیاری جلوشون. خب این آقا نمیدونه هر دیکتاتوری زمان داره، تاریخ مصرف دیکتاتوری آقای خامنه‌ای تموم شده، ولی هنوز باور میکنه که با یه اشاره انگشت میتونه و یه میلیون نفر حاضرشن چونشونه بدن. و این همونیه که دنیا حسادت کرده، چون همه گفتن درود فرمانده یا سلام فرمانده، به دلیل که یه ملتی مثلا به خیال خودش نمیدونه تو استادیوم 100 هزار نفره 100 هزار بسیجی و سپاهی و فک و فامیلشون رو بچه‌ها رو به زور آوردن، میگه از اون موقعی که گفتن سلام فرمانده این دشمنی ها شروع شد. آره همه دنیا منتظر بودن که میگه در تمام دنیا می سرود می خونن. خب این توهم بهش تزریق شده به خامنه ای، بعد جوری هم تزریق شده. و درست مثلا فرس قذافی باورش نمیشه که تموم شده اوزا. قذافی رو وقتی اون سوراخ ایگو میکشندش یا فاضل میکشندش بیرون، سوار یه تراکش میکنن، یه وانتش میکنن و اینا شروع میکنن به زدنش. این میگه چرا منو میزنید، من چیکار، مگه شما، من به شما همه چی دادم، شما دستور میدم که برید کنار، هنوز دستور میداد. صدام حسین اونم از سوراخ کشیدنش بیرون، اون میگفت که من جمهور مردم عراقم، شما حق ندارید به من دست بزنید. سرباز آمریکایی میگه منم سرباز رئیس جمهور آمریکا هستم. اینا تا لحظه آخر نمیفهمن چیه، باور ندارن چی به سرشون. بنابراین آقای حسین سلامی میگه تموم شده، آقا گفتن همونو و ادامه آتش بازی در سر تا سر ایران ادامه داره. اینا دیدن تو خیابونا
ولی که مردم راه پیدا میکنن جار به حالا نگاه کنه همش دانشگاه شلوغه همش تشییع جنازه ها حالا چهلما شروع شده چهلما کسایی که چه روز بیش در روزهای آغاز این قیام جون خودشون از دست دادن نه آقای خامنه‌ای من به شما قول میدم نمیدونم میپرسن چه نمیدونم امروز دو ماه دیگه که واقعا 22 بهمن ما داریم بگید که چی میگن اطلاعیه و اعلامیه 22 بهمن چاپ نکنن چون برگزار دیگه رژیم نیست خرج نکنن نمیدونم یکی از دوستان میگه آقا پس آماده عید بریم با هم دیگه ایران نمیدونم به نظرم نمیاد که بتونم جواب قاطع ولی چن میتونم بهتون بگم حتما رژیم میره این رژیم حالا در طول هفته نباشه ماه نباشه سال یه سال دو سال رفته این دیگه نه تابویی داره و قرم قرمش هم شنیده اما تو خیابان چپ خوش خارمادر ناموس به آقای خامنه ای میدن خب این خود قدوسیت خود شکست داده اینه میگفتن کسی که راه میده پاش جا پاش باش میکنن حالا هرزه ترین فوشا رو دارن بهش میدن یعنی انقدر سب کرد که حرمتش اگر داشت بالاخره یه طرفداری داشت و پول میداد و نمیدونم حقوق میداد و مباشر میداد ساندیس میداد یه دوم اون از بین رفته آقای خامنه ای چی نداری حالا آقای گشت ارشاد امر به معروف نهی گفته نه ما گشت میمونه ما عقب نشینی میکنه حالا مجری بعد گشت ضابط قانونی گشت بسیجی هستن یعنی یه نیروی تازه میخوام بفرستم برای گشت ارشاد همه اینا نشون میده که اینا ترس تمام وجودشون گرفته و بزرگترین اشکال زندگیشون اینه که فرهنگ مکالمشون و صحبتشون عوض نشده از روز اول با زور صحبت کردن هنوز فکر میکنن که با زور میتونن ادامه بدن نه برادر من نه خواهره بسیجی و نمیدونم سپاهی و فرمانده و ولی و ارباب تموم شده دنبال یه فرهنگ گفتگوی دیگه باز گشت که درش زور نباشه حکومت بعدی مملکت ما باید دنبال گفتگوی یک ملت با هم باشه نه یک نفر باسته اونجا بگه من میگم خب غلط میکنی اینجوری شد ببخشید حالا آقای بیژن افتخاری من ببینم که حضور دارن خوشحالم ببینیم که آقای بیژن افتخاری در رابطه مسائل امروز که خیلی دیدوش شلوغ بوده خیلی خیلی ایران خب خبرها رو شنیدید دیگه من نمیخوام در مورد جزئیات خبرها صحبت کنم ببینیم بحث در رابطه با خبرهای روز چیه که آقای بیژن افتخاری حضور داره پیامو ببینیم و برمیگردیم Prestige Honor Excellence These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است نشانی 3275 استرنس کریک بولوار تلفن 408-666-1229 نشانه موفقیت پایداری است
و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال. و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. کافه قناری بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خوش و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قناری بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد، فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم ها و شاه داماد ها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت گذاری، نمایشی از بهترین ساعت های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. Unique sophistication and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نانهای ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نانهای ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. خب با سلام مجدد برمیگردیم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یک رنگی. شما خانم آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی، جناب آقای بیژن خان افتخاری، سلام و درود گرم من خدمت جناب عالی دوست عزیز. درود بر شما جناب دلدار گرامی، عرض ادب خدمت بینندگان عزیز تلویزیون پارس، بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقای بیژن افتخاری، من واقعا داشتم فکر میکردم، این واقعیت دارم میگم، نمیدونم، خب بالاخره طبیعتا این که من مخالف جمهوری اسلامی هستم، اصلا مخالف تمام سیاستاش از روز اول بودم، اصلا مخالف از روز اول مخالف این بودم مذهب با سیاست قاطی بشه. این مخالفت من از اولم بوده، هنوزم 43 سالم هست، 44 سال از روز اولش، قبل انقلاب من گفتم این کاری که دارن مردم دنبالشن کار غلطه. به هر حال
بنابراین اگه الان دارم میگم که آقای خامنه ای زمان تموم شده، آقای حسین سلامی نمیتونی به مردم دستور بدی، آقای قالیباف گذشت اون زمان که میگفتی من با تسمه خودم کف خیابون دانشجوها رو جمع کردم، گذشت. نه دیگه تسمه تو کار میکنه، نه گلوله های سپاه در مثل 98 کار میکنه یا 88، نه دیگه فرمان های آقای خامنه ای کاربرد داره. ما که زمانی که من بچه چهار هستم، من تهران هستم، اونجا بزرگ شدم، حالا خوزستانی هم اصلا، ولی اونجا ما اون زمان که یکی هارتوپورت میکرد تو محل میگفتیم دور، اون موقعی که هارتوپورت میکردی بابا پاسبون بود. حالا این زمان بابا آقای خامنه اون زمان که هارتوپورت میکرد باباش پاسبون بود، هنوز نمیدونی که بابای پاسبون دیگه نیست. نظرتون بفرمایید جناب آقای بیژن افتخار در این زمانی که شاهدش هستید. درستون برسونم که هر ظلمی بالاخره یه روز پایان پیدا میکنه، اینطور نیست که بشه تا ابد این سیستم رو ادامه داد. سیستم ظلم جمهوری اسلامی خیلی زود به پایانش رسید و البته دلیلم داره، برای اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت تمامیت خواهی است که جامعه رو کاملا بسته میخواد. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا تو، من بهت میگم چجوری لباس بپوش، من بهت میگم چجوری مثلا بیا بیرون، من بهت میگم کی بچه دار شو، همه اینا رو من بهت میگم، تو از خودت اصلا عقیده و نظر نباید داشته باشی، اینا رو من میگم چون من نماینده خدام در روی زمین، برای حرف من حرف الهیه، شوخی که نیست که، خدا در گوش من میگه و من همیان به شماها میگم، برای من دیگه حرف نباشه. این طرز تفکر جناب دلدار گرامی ممکن بود 100 سال پیش یا قبل از اون قابل اجرا باشه، چون سطح سواد عمومی بسیار پایین بود، ارتباطات جهانی بسیار کم بود، مردم خبر نداشتن اونور دنیا چیه. من یادمه دیگه مثلا 45 سال پیش 50 سال پیش برادر بزرگتر من انگلستان درس میخون، بهترین رایی که ما داشتیم در ارتباط نامه بود. یه نامه رو مینوشتیم، 2 هفته 3 هفته طول میکشید تا برسه اونجا، ایشون لندن درس میخون و بعدم اگر پاسخ میداد مثلا 3 هفته 4 هفته بعد به ما میرسید، یعنی یه تماس 2 ماه میتونست طول بکشه، هزینه تلفن هم که بسیار بالا. امروز این مرزها شکسته، شما نمیتوانید در حالی که در درون کشور شما جوانایی هستن که اینترنت دارن و از طریق اینترنت با جهان در تماس، در درون ایران تلویزیون های مثل تلویزیون پارس پخش میشه که مردم با یه دستگاه کوچیک میگیرن و نگاه میکنن، انفجار اطلاعات وجود داره، بخواهید کشور رو به روش 100 سال یا 1000 سال پیش داره به مردم بگید که تو از خودت نه نظر داری نه حق داری، هرچی که ما میگیم اونه، گوش نمیدی میزنیم میکشیم میندازیم زندان، شلاق بزنیم. خب این عرض کردم برای یک جامعه داینامیک و فعال و پویا از جوانهای آگو که اکثریت جامعه ما رو تشکیل میده خیلی ابلهانه است، ولی عرض میکنم این مجموعه که شما میبینی جناب دلدار گرامی مجموعه است که یه نظر داره و اون نظر اینه که بلغم ها بلغ یعنی که هرچی پشایت باید بشه. یعنی چی باز؟ یعنی که میگه آقا من به وظیفه شرعی که خودم میفهمم عمل میکنم، بوره پدر نتیجه، بلغم ها بلغ. نتیجتا شما با مجموعه در ارتباط هست در رأس این حکومت که واقعا طرز تفکرش بلغ ما بلغه، یعنی میاد برای خودش یه چیزی رو
به عنوان وظیفه شرعی در نظر میگیره، میگه خدا به من اینطوری گفته، یا از متونی که موجود داریم از 1400 سال پیش من این پیام رو گرفتم، بنابراین وظیفه من اینه برم جلو هرچی که میخواد بشه بشه. به همین دلیله که شما میبینید در جمهوری اسلامی، یه بارم قبلا عرض کردم، مشکلات رو به زیر فرش جارو میکنن، باش برخورد نمیکنن، چون اصلا طرز تفکرشون نیست که ما باید یه قدمی برای مردم برداریم. میگم ببین مثلا آیه شریفه از زور و بلزور چی میگه؟ به اساس اون آیه در... آقا آیه داری در میاری ها، نکنه ادعای پیغمبری هم میکنید به اساس مطالعات دینی من این آیه رو شنیدم. بنابراین میده دیگه اینا خودشون این چیزهایی در میاری نتیجتاً انتظار این که این مادون حیوانات بیان و به فکر بیفتن که آقا مشکل پیش اومد، بشینه مشکل رو حل بکنیم، میرن پیش این آخوند بی سواد به نام خامنه ای، اونم میگه آقا وظیفه شرعی ما امروز این استش که این فتنه را سرکوب کنیم. بنابراین بس از این که یه مشکل ما داریم تو جامعه در میان، تبدیل میشه به این که یه فتنه وجود داره. خب فتنه رو کی میکنه؟ دشمن. پس دشمن آمده خیلی از موفقیت های آقای خامنه‌ای در اداره کشور دل سوخته، آمده جوانهایی رو بهشون حالا پول داده چی داده هرچی داده ریخته تو خیابون، که آقای خامنه ای رو از وظیفه شرعیش دور کنه. این میشه داستان دیگه. یعنی این نهایت حماقتی است که شما میتوانید در مقابل جریانات اجتماعی از یک کسی که اسم خودش رو گذاشته رهبر ببینید. در نتیجه نوکران ایشون، به واقع نوکران ایشون، دیگه اصلا جایی برای حرف زدن نمیدونه براشون. برای اینکه این مجموعه ها شما خیلی بهتر از من میدونید، یواش یواش اول خودی دارن و ناخودی، بعد تو خودی ها هم خودی تر دارن تا ناخودی. خودی تر ها کیان؟ اونایی که در جنایت ها کاملا شراکت میکنن و در نظرات رهبرشون اصلا اما و اگر و شاید اینا ندارن، میگن هر چی شما گفتی گل گفتی یا دور سفتی ما میریم انجام میدیم. بنابراین نوکران هم شروع به ریزش میکنن، همان که شما میبینید الان بخش زیادی از اصلاح طلب ها شروع به انتقاد کردن، حالا علنی نه ولی در جلسات خصوصی خودشون. من در یکی از اینها شنیدم، فایل صوتیشو برای من فرستادن، اون آقای زیبا کلام بله جوری صحبت میکرد که من اول باورم نشد. یعنی قشنگ در جلسه خودی میگفت این آقا تحمل کوچکترین انتقاد رو نداره، امروز وضع ما رو به اینجا رسونده که هممون توی کشتی سوراخ که توسط این آقا سوراخ شده ما نشستیم. خب اینا شروع ریزش نیروهاست. همه دارن میفهمن که آقا این کشتی به زودی نابود خواهد شد، غرق خواهد شد. حالا عرض کردم یه سری هستن، شما مثلا سردار سلامی رو که حتما عکس دوران سال 57ش رو دیدید با یه کارد سلاخی یک پیرزنی رو داره تو خیابون میدونه. این مادون حیوان اگر خامنه ای نبود، انقلاب اسلامی نبود، الان در بهترین شغلی که به نظر من میتونست این داشته باشه اینه که کنار مسجد شاه تسبیح بفروشه یا در زمستون‌ها لبو بفروشه. خب حالا اینو شما آوردی کردی فرمانده سپاه، معلومه که از جان خودش مایه میذاره تا بمونه، اما یه جور آقای خامنه‌ای نخونده. این آدم ها اول به خودش فکر میکنن، به محض اینکه احساس کنه منافعش داره از بین میره، اینا اولین کسایی هستن که به خامنه‌ای خیانت خواهن، نه اینکه اونایی که حالا با یه عقیده اسلامی مذهبی دور و بر ایشون بودن و فکر میکردن که دارن به اسلام خدمت میکنن. اینا که
لاتهای بی کتابی هستند که فقط برای اینکه در قدرت بمانند آمدن و موندن. نتیجتا تمام این زوزه هایی که اینها می کشن در مقابل یک حقیقت مشخص بی اثر میشه و اون حقیقت این هستش که جوان ایرانی امروز ما، جوانهای 18 تا 35 سال ما، دارن فکر میکنن که خب با ادامه این وضع و این زندگی چیست. برای سالها ما این رو میگفتیم، به فکر میکنم اثر گذاشته رو نسل جدید ما که خب آقا من میخوام چیکار کنم. من یه مدت سرم رو با دانشگاه آزاد گرم کرده بودم که یه جایی هست به نام دانشگاه آزاد، من دارم درس میکنم، بسیار عالی، سرم گرم، بابای بدبختم شهریه رو میداد، اسم ما این بود که ما دانشجو. لیسانسم رو گرفتم، کار نبود، گفتن شاید فوق لیسانس بگیری بهتر باشه. فوق لیسانس گرفتم، باز کار نبود، گفتن بهترین شغل میتونی بری تو آژانس راننده بشی یا واسه این اتومبیل های چیز اسنپ کار کنی. دکترامو گرفتم، گفتن که خب تو دیگه اوور کوالیفاید شدی، هیچ جا استخدامت نمیکنن. ولی دیدم که مثلا فلان کسی که پدرش قبلا به شغل شریف آب حوض کشی مشغول بود و بعدا رفت به این مجموعه شد وزیر و وکیل، بچه‌ش رفت کانادا شد دکتر و اونجا هم داره زندگیشو میکنه. خب اینا رو جوون میبینه به خودش میگه خب من تا کی میخوام سر خودم با دانشگاه آزاد و اینکه پسرمون دانشجو، آقا دانشجو دکتراست، دکترا داره میگیره از دانشگاه ساوج بلاغ آزاد مثلا، بعدم بیام هیچ کاره، بعدم برم تصویب چرخونم و نمیدونم هیچی. این آینده ای که من ندارم آیا قرار بهتر بشه؟ آیا اقتصاد قرار باز بشه؟ شرکت های بزرگ خارجی بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن، کار ایجاد بشه؟ آیا درآمد جامعه میاد که یه مقدارش هم بیاد بخش خصوصی شاید منو یکی استخدام بکنه یه کاری بکنن؟ میبینه نه، تمام اینها بسته است. من یادتونه بارها تحلیل کردم که وضع اقتصادی ایران بسیار بد میشه و به همین دلیل هم عرض کردم که ما به شاهد تابستان داغی خواهیم بود. اونو 6 ماه پیش در خدمت شما مطرح کردم. دلیلش اینه، یعنی جوان متوجه میشه که آقا من آینده ای ندارم، که آقا این چه زندگی من میخوام بکنم. خیلی ها دچار افسوس و ناراحتی میشن، میرن خودکشی میکنن. خب من نمیخوام این کارو بکنم. بنابراین یه چیز تو کلش میاد، کلمه مبارک تغییر. آقا باید این وضع من تغییر بدم. از اینجاست که آقای خامنه ای و آقای سلامی و آقای قالیباف و آقای خالیباف و تمام اینها باید متوجه بشن که دوره تمام شد. اینه نفهمیدن. نه نمیتونن کاری بکنن. ببین آخه آقای نمیداره گرامی چی کار باید بکنه؟ باید بیاد وضع رو عوض میکنه دیگه. باید تغییر وضعیت بده دیگه. با این چارچوبی که در کشور ایجاد شده، با مافیایی که وجود دارن و چنگ انداختن و از این وضعیت سوء استفاده میکنن، هیچ تغییری امکان پذیر نیست. و طراح این مجموعه هم خود آقای خامنه‌ای بوده. خامنه‌ای هم عرض کردم یک آخوند بی سواد بی اطلاعی است که یه چیز خوب میدونه. ما بچه بودیم ایشون رو من از نزدیک دیدم و خاطرم دارم از ایشون. بله، یکی از حرفایی که میزد النصر به رو اعتقاد دارم، اینو همیشه گفت، حتی بعدها هم من از ایشون شنیدم البته غیر مستقیم، که النصر به رو پیروزی بر اساس این هستش که تو وحشت ایجاد کنی در طرف. بنابراین ایشون اینو بلده، چیز دیگه بلد نیست. که هر چقدر برن بگن آقا جوانا آمدن داریم میزنیم میکشیم ولی نمیترسن و میان جلو، ایشون بر اساس آیه شریفه النصر بالله میگه بیشتر بزنیم، شدیدتر کنیم، کلک بزنیم. نمیاد بگه که خب آقا
ببینیم شاید مثلا اگر وضعیت اقتصادی رو بتونیم بهبود ببخشیم، مردم یه امیدی پیدا بکنن، زندگی بهتری بشه ایجاد کرد. نه، چنین چیزی در دستور کار او نیست، برای اینکه او بهتر از هر کسی میدونه که این سیستم جمهوری اسلامی جوری بنا شده که فقط و فقط یه عده ازش منتفع میشن و الباقی در گرسنگی و فقر میمونن. یادتونه ایشون از کسانی است که اصرار داره که جمعیت ایران باید دو برابر بشه. درست. همه میگن آقا عجب احمقیه، بابا همین مردم گرسنه. نه، اون چیز دیگه ای داره فکر میکنه. اون میگه هر چقدر نسل جدیدی، البته از نظر خودش جدید، به وجود بیاد و اینها رو ما شستشوی مغزی بدیم و در فقر و فلاکت نگهداریم، ما تا ابد بالا سر نشستیم. یه چیز کوچولو میخواد، اونم بمب اتمه که خیالش راحت بشه که کشورهای خارجی نمیان به طرفش. این کل تز این آقاست. تو این 44 سال دیگه همه اینو فهمیدن که ایشون حکومت کره شمالی براش ایدئاله که مردم صداشون در نیاد، در فقر و فلاکت زندگی بکنه و ایشون رو، حالا مشتباش رو بعدش نمیدونم، پسر مشتباش رو اینا، سلسله خامنه ای رو در ایران برقرار کنن. شما میبینید دیگه جمهوری اسلامی مخلوطی است از مثلا جمهوری و پادشاهی. پادشاهی است برای اینکه این آقا اون بالا نشسته، بقیه باید به حرفش بگیرن. تو پادشاهی مشروط یا پارلمانی هم نیست، سلطنتیه. یعنی من میگم شما باید عمل میکنید. برابر ایشون طرح و برنامه غیر از این چیزی که الان میبینید نداره. خوبی قضیه اینه که به مدد حالا رسانه هایی مثل پارس و رسانه هایی که سعی کردن افرادی رو دعوت کنن که میدونن چی میگن، نه اینکه نمیدونم داستان ببافن، مثل رسانه های مجازی که به وجود آمد و مردم تونستن تبادل نظر بکنن. اولا اون نکته خیلی خوبی بود شما گفتید، تابو شکست. تابو شکنی بسیار مهمه. اینا اسمشو گذاشتن هنجار شکنی، نه ناهنجار شکنی است. تابو رو شکوندن. این که اینا مقدسن و فلان و اینا حرفا تموم شد. به خصوص گافی که خامنه ای در رابطه با بیماری کووید 19 کرونا داد، اومد گفت نه ما چیز نمیخوایم، واکسن نمیخوایم، و دعای چهارم صحیفه صدر آمد شد. خیلی جالب، خیلی جالب. خب ببینید جوان ها اینو گوش میدن، بعد میبینن خود پوفیوزش زودتر از هر کسی رفته فایزر زده، بعد به ملت بدبخت میگن تو برو برکت بزن، برو مال این چینی ها رو بزن. خب اینا، این پرت و پلاها همش که نمیشه مردم یادشون بره. که درست مثل رنسانس که قبلش یک طاعونی تمام اروپا رو گرفت، کشیشا دعا میخوندن، بعد مردم میدن کشیشا زودتر از که هر کسی مرد میگفتن بس اینا حرفه. این نوعی هم کمک کرده به آگاهی مردم و تبو شکنی و این که میدونید انسان از روزی که فکر کرد که آقا من دیگه هر چیزی رو قبول نمی کنم، باید اطلاع پیدا کنم، زندگیش رو تغییر میده. این همون تغییری است که ما الان از جوان ها میبینیم. جناب آقای بیشتر خان افتخاری، خیلی جالب این یارو جریانی که گفتید، خیلی جالب. دعا بخونه، اینم دعا میگم بعد از نظر دعا من میتونم یه صحیفه سجادی اینم چهارم بخونید. آخه بابا خیلی بد بود، خیلی بد، یعنی اصلا دیگه عصر حجری بود، درست برگشت به 1400 سال پیش. حالا اضافه رو که چند تا پیام بازرگانی ببینیم و ببینیم که اصلا جمهوری اسلامی چرا به این مسیر افتاد که الان راه پس پیش نداره، واقعا راه پس پیش نداره. پیام رو ببینیم، برمیگرد در خدمتتون هستم. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case.
We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استیونز کریک بولوارد روبروی هاندای استیونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذاها آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه 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 محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوفر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خوش و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد، فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها جهت جشنهای نامزدی، عروسی، تولد، مناسبتهای گوناگون و مجلس ختم.
تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. خب من خدمت جنابالی جناب بیژن افتخار و تماشاگران عزیز عرض کردم که جمهوری اسلامی راه پس و پیش نداره. این راه پس و پیش نداشتن رو خمینی جلوشون گذاشت. ببینید خمینی رو به طور قطع و یقین دیگه همه ما الان دیگه میدونیم با کمک اینتلیجنس سرویس در درجه اول اینتلیجنس سرویس انگلیس و بعد CIA مؤثرترین به اصطلاح زمینه ها رو برای بازگشت خمینی فراهم کردن. خود خمینی میگه من وقتی که دیدم که کارتر به قدرت رسید اوضاع فراهم شد فعالیت ها دو مرتبه شروع کرده یعنی بهش گفتم شروع کن. و بعد یه چیز دیگه میدیم تو خاطرات وزیر امور خارجه زمان اون زمان انگلستان میگه که ما تشخیص دادیم که هیروویل خمینی بهترین کسی که میتونیم ساپورتش کنیم. رفتیم دورش یه چهار ماه قبل از آمریکایی‌ها و چهار ماه به آمریکایی‌ها ما اطلاع ندادیم که ما تصمیممون گرفتیم خمینی رو ساپورت کنیم. اینا خاطرات. بعد CIA میگه که اساس فانتزی شد چند سال پیش میگه که CIA میگه من در نوفلوشاتو 180 میلیون دلار پول به خمینی دارن. خمینی اطرافیانش. خمینی برای اینکه بیاد و بگه من آمریکایی نیستم، آمریکای من نیوردن، انگلیسا من نیوردم، اومد شد ضد آمریکایی بازی کردن. همون کاری که صدام حسین کرد. صدام حسین هم با کودتای CIA کودتای اول شکست خورد، صدام حسین زخمی شد، فراریش دادن رفت مصر، تو مصر آمادش کرد CIA و دوباره فرستادش عراق کودتا کرد و این وسط یه دفعه صدام حسین CIA رو فراموش کرد، آمریکایی‌ها رو فراموش کرد و علیهشون شد. در نشه آخرش رو دیدیم. الانم به نظر من اون داستانی که آقای خمینی را انداخت که بگه من CIA من نیورده، خارجی ها من نیوردن و شروع کرد ملی نمایی و نمیدونم استقلال نشونه که آدم مستقلیه، اسم خامنه‌ای رسیده و این مسیری رفتن که اگه بخواد عوضش کنه خب دیگه حکومت اسلامی نیست. بنابراین به قول شما کار دیگه اینا نمیتونن، یه جایی افتادن و گیر افتادن. حالا آقای افتخاری نازنین من بفرمایید که میگن این تشکیلات اوضاع احوال سازمان نداره، اون چیزی که در ایران داره میگذره رهبر نداره، از این صحبت ها ولی خوب داره پیش میره، نظرتون چیه؟ بله اتفاقا نکته خیلی مهمی است و این روزها یه عده‌ای حالا یه عده از روی ناآگاهی و یه عده با عرض و مرض این مسائل مطرح میکنن. طرح کلاسیک که تو ذهن همه این هستش که میدونی یک رهبر کاریزماتیک پرتمیز ما باید داشته باشیم بدون عیب، همه هم قبولش کنیم، بعد اون چند تا مشاور با سواد جمع کنه دور خودش، بعد این مردم رو یه جوری سازماندهی بدیم دیگه. این دید ارباب رعیتیه تو خیلی از ما ایرانی ها باقی مونده که خب خوبم که از طرف بپرسید میگه خب دیگه بهتر از من کیو شما داری آخه. اینم عمدتا این سن و سالدارهای خارج از کشوری هم که میخوان این طرز تفکر ماقبل تاریخی خودشون رو امروز هم به این جوان ها تزریق کنن. خب این کار نمیکنه، خیالتون راحت. اما صحبت از اینه که خب آخه سازماندهی که نیست چه اتفاقی میفته؟ دوستان نمیدونن که ما در کنار روش قدیمی و کلاسیک سازماندهی ما امروز روش سازمانیابی رو داریم. سازمانیابی عبارت است از هسته های متفاوت و مجزا از هم که میتونن با هم اینتراکت کنن، با هم کار کنن. لازم نیست که این بالا سر این یکی باشه یا این یکی بالا سر اون یکی باشه، اینا دارن با هم اینتراکت میکنن. من نمیدونم آیا به صورت اتفاقی این عمل در ایران افتاده یا واقعا داره بر اساس یک کار خیلی جدی در داخل این امر سازمانیابی داره پیش میاد و شما میبینید که مجموعه هایی که جدا از هم هستن با
از هم دستور نمیگیرن، با هم هماهنگ دارن عمل میکنن. این برای ما سن و سالدارها اصلا قابل درک نیست، چون چنین پدیده‌ای رو نمیشناسیم و فکر میکنیم که اگر تو اون چارچوبی که من فکر میکنم که رهبر کاریزماتیک که خود منم این بالا باشم و بقیه از من دستور بگیرن باید کار پیش بره، کاری رو که الان داره پیش میره تو ایران 40 و چند روزه داره انجام میشه و خیلی هم غنی‌تر داره میشه و توسعه پیدا میکنه رو به عنوان اینکه آخه چه فایده ای داره، بیچاره جوان ها کشته میشن، نه این فایده نداره، این به جایی نمیرسه. نه عزیز جان، شما از این دنیا پرتی. همونطور که بسیاری از این آقایونی که ادعا میکنن شما بنشین پشت کامپیوتر چارت چیزونه بلد نیست درست انجام بده، ولی ادعا خوب جهانو میگیره دیگه. نه عزیز، در ایران داره روش سازمانیابی پیدا میکنه، سازمان ها همدیگر رو پیدا میکنن، اشکالات همدیگر هم برطرف میکنه. این کاریست که در ایران داره انجام میشه. به همین دلیل هم است که شما هرگز نشنیدید که یه نفر الان رهبر شد و همه مردم گفتن که آخ قربونت برم شما خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. از این داستان ها ما نخواهیم دید در این انقلاب پیش رو. انقلاب پیش روی ما انقلاب جوانهایی است که با علم دارن حرکت میکنن و موفقیتشون هم در مقابل نظام پوسیده و عقب مانده جمهوری اسلامی که تنها چیزی که داره مسئله سرکوبه، مطمئن باشید با موفقیت پیش میرن. و همین آقای خامنه‌ای رو به زودی ما میبینیم که از تو سوراخ درش میارن و اون جسم ناقصش رو ترمیم میکنن درش. این آخراش اون چیزایی میگید آدم باید بگرد این جسم ناقص چیه که تعمیرش کن. خلاص آقای افتخاری، یه چیزی برای خود من عجیبه، این که توی 46 روز گذشته که الان داره میشه 47 روز، خیلی یعنی یک روند کاملا مشخصی که باید یک انقلاب طی بکنه داره طی میکنه. یک دفعه نیست، هیچ وقت نشده. مثلا باید اگر نگاه کنیم مقایسه کنیم انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، روسیه هیچ کدوم فوری نبوده، روند خیلی چی میگن مشخصی رو سالها چندین ماه چند سال یک حتی شد انقلاب، اونم به صورت کبیر. الان تو ایران داره به این صورت میره جلو. ولی چیز عجیب آقای همین که شما اشاره کردید، من حالا خیلی علنا دارم میگم، مثلا یه زمانی بودش که هر رئیسی مثلا میخواست بیاد، اون یکی فریدون روحانی میخواست بیاد، اصلا روحانی میخواست بیاد، اون یکی میخواست بیاد. من سالها میگفتم جلو سازمان ملل متحد اینا تظاهرات که میکردن هیچ وقت با هم دیگه نبودن، اون شعارهای خودشو میداد، سلطنت طلب مجاهدین شعارهای خودشو میدادن، کمونیست ها شعارهای خودشون رو میدادن. یه سری آدم هایم که گفتم ملی مذهبی هستیم این اواخر پیدا شده بودم مثلا بعد از 88، اون هم شعاره خودشونه. اما الان تو این تظاهرات خارج از کشور حتی تو ایران دیش کنون شعاره رضا شاه رو عرض شد یا در خارج از کشور دیگه نیستش که مجاهدی بخواد پرچم خودشو بزنه، نمیدونم آرم سازمان خودشو ببره بالا، نمیدونم سلطنت طلبان این ور باشن، نمیدونم مجاهدین اون ور باشن، کمونیستا این ور باشن. چنین چیزی رو من نمیبینم و من موندم که اینا رو کی صبورشون کرد؟ اینا صبور نبودن، ببخشید اینا اصلا حاضر نبودن سلطنت طلبه مجاهده اون یکی این یکی یک مثقال از منیت خودشون کم بکنن. چی شده که اینا این همه صبور شدن، این همه همدیگه تحمل میکنن؟ نظرتون چیه؟ درود بر شما، نکته بسیار مهمی است و از اون نکته هاست که اگه ما خوب متوجه بشیم میتوانیم روند آینده رو پیش بینی کنیم. از همین نکته ببینید خیلی مشخصه به قول ما رشتیا اینها دیگه رلوانت نیستن،
نه سازمان مجاهدین رلونته، نه جبهه ملی رلونته، حتی شاهزاده رضا پهلوی هم با تعلل هایی که کرده دیگه رلونت نیستن اینا. چرا اون موقع اینا مطرح بودن؟ برای که در درون که ساکت بود، خبری نبود که. بنابراین من در خارج از کشور میتونستم به عقیده خودم رو بیام مطرح کنم، پرچمم بگیرم و بگم ما هستیم. امروز در ایران شما اسم هیچ کس رو نمیشنوید. همین؟ برای اینکه اینا همه رلونسی ارتباط خودشون رو دیگه یا معنادار بودن خودشون رو از دست دادن. دیگه الان نمیتونه سازمان مجاهدین بیاد پرچم بگیره بگه ما در ایران فلان کار رو میکنیم، میخندم بهش. دیگه الان کس نمیتونه بیاد بگی که آقا این پرچمی که من دارم در ایران تو ببین من چقدر طرفدار دارم، میخندم بهش. برای اینکه در ایران انقلابی داره پیش میره که اولین موضوعی رو که گوشته کنار ایدئولوژیه. ایدئولوژی در بین این جوانها جای نداره که بخوان خودشون رو به اون مرتبط بدونن. حالا مثلا سازمان مجاهدین، من قبلا هم در همین برنامه شما گفتم، سازمان مجاهدین میخواد با ایدئولوژی شکست خورده در ایران به جنگ جمهوری اسلامی بره. دیگه اصلا شما ببین کجا میتونی یه ارتباطی پیدا کنی با این قضیه. جوانهای ما، یک کلام بگم ظاهرا وقتمون تموم شده، آره، جوانهای ما امروز نه بر اساس ایدئولوژی بر اساس متدولوژی عمل میکنن. تمام دنیا اینطور شده. دنیای متمدن میگه آقا به جای ایدئولوژی ما متدولوژی داریم. متدولوژی چیه؟ علم روز، تجربه تاریخی بشر و عقل سلیم. این ستا رو بذار کنار هم، شما راه حل همه چیز رو پیدا میکنی. نه اینکه بیای ببینی در 1400 سال پیش اون آقا چی فرموده، من عین اون بخوام عمل کنم. همین میشه که امروز ببینید در اروپا و آمریکا تضادهای شدیدی بین جامعه‌ای که سنتی است و جامعه پیشرو وجود داره. یک دنیا ممنون جناب آقای افتخاری. وقتمون تمام شد، که خودتون فرمودید. سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارم از حضور تماشاگران عزیز. یک اتفاق تاریخی عجیبی داره میفته و اون سکوت تمام گروهات در جنگ با هم دیگه است. همه میگن آقا ما تو ایران خود ما داریم فعالیت میکنیم، ما هستیم. ببین نه، تا اونجا که نگید که اعلام نکنید به جون هم دیگه نگفتید، همه هستید. اجازه فرمایید که سپاسگزار باشم از جناب آقای سپهر خسروی، کارگردان فنی گپ خودمانی در تلویزیون ملی پارس، و یک سپاس دارم، سپاس میکردم و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدا ایران کنه. شب روزتون خوش. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید